روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. خربوزه منبع آب حیات. زندگی در زمان معاصر محبوبیت خربوزه را در منطقه های گرم جهان تماماً کم نکرده است. کشاورزان خربوزه را چنان می بورند که نفر خریدار می تواند مزه شیرینی این میوه بی همتا را بچشد. در ماه های بسیار گرم تابستان نه آیسکریم و نه نوشیدنی های سرد می توانند بمانند خربوزه تشنگی انسان را بشکند. خاصیت ها و نشانداد ها. خربوزه ها وابسته به نوعی خود از 90 تا 95 فیصد از آب ترکیب یافته است. البته آب ترکیبی خربوزه را نمی توان با آب تازه چشمه یا آب های نل مانند کرد. آب خربوزه آب نافعال و بی حرکت و انتقال دهنده عادی نمک ها و ماده های در آن حل شده نیست، بلکه آن آب طبیعی است که با بافته های رستنی تأثیر متقابلی بسیار خوب دارد.
به عباره دیگر آن آب بیولوژی است که در هزارها و حتی میلیون ها ریاکسیه های کیمیاوی در حجره های زنده رستنی ها جریان داشته جلب شده است. از این رو در گرمای طاقت فرسای تابستان یک توته کلان خربوزه خیلی خوب تشنگی را رفع می کند. همچنین برای کاری درستی گرده ها هیچ چیز به اندازه افشوره خربوزه کمک نمی تواند. خربوزه نسبت به دیگر میوه ها شکری کمتر داشته چرب ندارد. مقدار پروتین ها نیز در ترکیب آن نظر رسند. در برابر این خربوزه منبعی با توازن ویتامین ها و مینرال هاست. در ترکیب آن اساساً ویتامین های سی، بی 6، بی 1 و اسید فولیت برتری داشته ویتامین های باقی مانده به استثنای بی 12 به مقدار کم وجود دارند. در ترکیب خربوزه تقریباً تمام ماده های مینرال غذایی از جمله پتاسیم، آهن و مگنیزیم وجود دارد. خربوزه وزنش 2.5 معیار آهن یک روزه 10 میلی گرام و نصف معیار یک روزه مگنیزیم 350 میلی گرام مرد کلانسان را دارد. مهمترین حالت هایی که استعمال خربوزه در آن توصیه داده می شود اینها اند: بیماری های راه های پیشاب گذر. استعمال خربوزه خون را از ماده های مینرالی و ویتامین های غنی می گرداند که پس از آن قابلیت ماده های زهرناک و نالازم را پاک کردنی گرده ها بهتر می شوند. برای این کار آب طبیعی خربوزه و مینرال های حل نشونده ای آن مساعدت می کند. خربوزه برای همه کسانی که می خواهند کاری گرده هایشان را بهتر سازند مفید است، از جمله برای کسانی که از بیماری های زیرین رنج می برد. مرحله ابتدایی ضعف گرده ها که نشانه های نخستین آن تجمع آب و پیشاب روی ناقص می باشند. سنگ ها اساساً سنگ های پیشاب و قوم در گرده ها. به سبب قابلیت اشقاردهی خود خربوزه حل شوی نمک های اسیدی را که از آنها سنگ های گرده به وجود می آید آسان کرده برای نابود کردن آنها مساعدت می کند. سرایت شوی راه های پیشاب گذر. خربوزه با وجود آن که مواد ضد عفونی راه های پیشاب گذر محسوب نمی شود، پهن شوی باکتریا های کایفارمی را که سبب سرایت شوی راه های پیشاب گذر می شود باز می دارد. بر زیادی اسید کاربامید که در شکل آرترایدیز و پادگره راه های پیشاب گذرانی ظهور می کند، قصول کهنه به سبب ضعف روده ها، کمشوی آب بدن و تلفشوی منرال ها که به سبب اسهال، عرقونی، برزیاد یا تبی بلند به عمل می آید. هرچند خربوزه مواد اسهال آور به شمار می رود، آن را به هنگام گرفتاری به اسهال که با سبب اسهال، معده به وجود می آید، بدون مشکلی استعمال کردن ممکن است. اشخاصی که از جبش دشواری خربوزه شکایت دارند، باید خوردنی خربوزه را پیش از غذا تجربه کنند. خربوزه را پیش از غذا استفاده کردن بهتر است، زیرا خوردن آن پس از غذا شیره معده را نازک‌تر می‌کند که آن هضم غذا دشوارتر می‌شود. آماده کنی و طرز استعمال. 1. به شکل تازه. بهترین شکل استعمال خربوزه خوردن آن در حالتی تر و تازه است. خوردن خربوزه همچون
دسر توصیه داده نمی شود زیرا آب بسیار آن به هضم غذا تأثیر منفی دارد. 2. محفوظ شده و یا کنسرو. خربوزه را در آماده کردن چنین نوع شیرینی و مرباها استفاده می کنند. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. درباره محصولات نیمه آماده و تیستیار چی فکر داری؟ عصر گذشته در اصولهای پختن غذا و طرز پیشنهاد آن تغییرات قطعی آورد. سرعت زندگی، طلبات و خواهشات به محصولات تر و تازه را پست کرده وابستگی ما را به غذاهای تیستیار یعنی غذاهای سرسرک زیاد می کند. این راحت است، اما یک نوت را از دفترچه یاد داشتم برایت می خوانم. امیدوارم که خلاصه درست بگیری. ششم اگست سال 2000 روزی یک شنبه. سلام روزنامه، از دیدارت شادم. امروز یک شنبه، چنین روز را بسیار منتظرش بودم. چی طوری که این هفته بسیار مانده شدم، من آن روز رخصتی را به طور خاص گذراندم. نخواستم آن را در سلسله تماشای اینترنت و یا فیلم های بیفایده بگذرانم. تنها آدمان را به خود جذب می کند و تمام. کاروبار خانه را کرده در ساعت 5 برای راحت شدن به هوای تازه برآمدم. فضا به نهایت خوب بود. بعد از سیر و گشت در باغ تفریحی روی سبزه ها نشستم و آرزو کرده از منظره ناتکرار زیبای آفتابی لذت بردم. ولی زیبایی آن دیر دوام نکرد. دیدم که همسینف هایم به طرفم آمده روان هستند. گمان کردم که از نزدم گذشته می روند. لیکن چیزی در آنها پیدا شده و به نزد من آمدند. حیران شدم. با من مثل دوست نزدیک صحبت کردند. حتی دانیال احوال پرسی کرده خوب نظر به نظر رسیدنم را اشاره کرد. بسیار خوشایند بود.
دیگرگون شویم به اطرافیان معلوم شده است. یک جا با هم سیر و گشت کردیم. از یک رستوران که در بالای دروازه‌اش با حرف کلان تیز تیار نوشته شده بود، بوی بالزد می آمد. کسی پیشنهاد کرد به آنجا برویم. همه راضی شدند، و غیر از من. البته این اشتها آور و بالزد است، مخصوصاً وقتی گرسنه نباشی. ولی من خوب می دانم که چنین غذاهای تیز تیار و نیم تیار سلامتی را از بین می برند. مقدار چربی و شکر در آنها نسبت به غذاهای خانگی چندین برابر زیاد است. روغن چیپس را بعد از پختن هر بار مثل پخت و پزهای خانگی عوض نمی کنند. در چنین غذاها یک عالم خوشتم کننده های گوناگون برای بلند برداشتن مزه آن علاوه کرده می شود که می خواهی بسیار تر از آن بخوری. تکنیک و تکنولوژی ترقی کرده است. محصولات ها به طریق مورد کار قرار می گیرند که مدت دراز نگاه کرده می شوند. تمام صنعت تجارت است. سر هر قدم تبلیغات با فصاحت و اشتها آور غذاهای تیز تیار و نیم تیار را دیدن امکان و مهلت نگهداری فوق‌العاده. به مغازه داخل شده خود را از خریداری چیپسک ها یا یگان نمود غذای با لذت زیان آور دیگر خودداری نمایید. صناعت خوراکه از حساب ضعف ما درآمد حاصل می کند. تبلیغگران از آنها پسماندنی ندارند. در فروشگاه ها باشد، در همه جا نمایان و دسترس چیپس، شکلات یعنی شیرینی باب، سوخاری و همین مانند را می گذراند تا کسی از خریداری پس نماند. به دوستانم فهمیده دادم که چرا از خوردن غذاهای فست فود یعنی تیز تیار دست کشیدم. ضرر چنین محصولات ها را و توان لذت بردن از برگر، چیپس و نوشیدنی های هر گونه نوشاکی که با سلامتی من پرداخت می کنیم، این واهمه و شوکی عادی نیست. باز گفتم که فکر سلامتی را در جوانی باید کرد، بعدن دیر می شود. ولی این انتخاب خود شخص است. بعد از شنیدن سخنان من همه خاموش ماندند. فکر کردم برای اشتها گم کردنشان مرا می کشند. وقتی سویل گفت، آفرین زکیه که طرز زندگی سالم را پیش گرفته ای. من هم می خواهم این را بسنجم. در حیرت ماندم. دوستم، تو حتی تصور نمی توانی که چقدر شاد شدم. درباره آن چی که به تو کمک کرد خاموش ماندند. غیر امکان است. شاید کسی مثل من چنین مشکل داشته باشد. می دانم که من تمام مردم را نجات داده نمی توانم. ولی من می توانم به اطرافیانم کمک نمایم. به نزدیکان و دوستانم. فردا صبح سویل با من به دویش می رود. گمان می کنم که مورد پسند او قرار می گیرد و این عادت خوبی او می شود. نگذار که تبلیغات های با فصاحت و صناعتی خوراک کباب تو را به جانب خود بکشاند. محصولات تر و تازه، سبزیجات، میوه‌جات، شربت افشوره های طبیعی استفاده نما. به این طریق سلامتی و جوانیت را حفظ خواهد کرد. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم.
با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه‌های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می‌نماییم. اکنون با هم می‌شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. در عهد جدید در برنامه به عبریان کلید این اسرار را می توان یافت. عبریان باب 9 آیه 11 و 12. اما مسیح همچون سرکاهن نیکی های آینده آمده به واسطه خیمه بزرگتر که ساخته انسان است، یعنی ساختش چنین نیست و نه به واسطه خون خود، یک بار به قدوس داخل شده کفارت ابدی پیدا کرد. و او چنین آیتی 28، آنچنان مسیح نیز یک بار خود را برای برداشتن گناه های بسیار کسانی قربانی نمود. عبادت در معبد چنین براه مانده شده بود که انسانها را از نقشه نجات الهی خبر می داد. باری یک زن نزد راهب آمده گفت: 17 سال پیش من گناهی عظیمی مرتکب شدم. با مردی خانواده دار رابطه داشتم که آن با اسقاط حمل انجام یافت و تا به حال سنگینی آن گناه را احساس می کنم. اکنون پشیمانم، لیکن چاره‌ای ندارم. زخمی از آن گناه مرتکب شده قلبم را می رنجاند. راهی با صدای ملایم به او جواب داد: اگر تو در زمانه های قدیم زندگی می کردی، برای کفارت گناه هایت بره قربانی لازم بود. لیکن در زمانی که ما زندگی می کنیم، عهد جدید است، باید به بره خداوند که نجات بخش خداوند است ایمان آوری. به نزد او زانو زده به گناهت اقرار کن و تو را از گناه پاک می کند. هر یک بره ذبح شده به بره خداوند اشاره می کرد. آن زن و بره خداوند دیده نزد او رفته توبه به جا آورد و از گناه پاک شد. وزن گرانی جرم از دوش او گرفته شد. برای از گناه پاک شدن، از اول باید به گناه‌هایی که مرتکب شدیم اقرار کنیم و بعداً برای دعا کردن پیش خداوند زانو بزنیم. و اگر کسی را رنجانده باشیم، باید از او عذرخواهی کنیم و این چنین بگوییم: خداوندا، من می‌دانم که در نزد تو گناهکارم. من خود را اداره کردن نتوانستم. خشمگین بودم. بر من نفسم غالب می شد و من بی‌شرفانه عمل می کردم. در نگاه اول این عادی و ساده به نظر می رسد. لیکن در اصل پیش از آنی که ما از تمام خصلت‌های مرگ او را پاک می شویم، ما باید آن را از خدا پنهان نسازیم. خود را گناهکار شمردن در حضور خداوند و گناه‌های خود اعتراف کنیم. این دو عمل به ما اجازه می دهند که عیسی را همچون بره خداوند قبول نماییم تا اینکه قربانی آورده‌ای کفارت گناهانمان گردد. پاداش گناه مرگ است. در دوام این آیت چنین آمده است: رومیان باب 6 آیه 23، زیرا مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا در پیوستگی با خداوند با عیسی مسیح زندگی ابدی است. این نعمت الهی به یگان شرط پیشنهاد می گردد. آن را خریده نمی شود. با یگان عمل نیک آن را سزاوار شدن امکان پذیر است. وقتی یگان دوست نزدیک من به ما هدیه می دهد، ما هرگز نمی گوییم که چه کاری را انجام دهیم تا سزاوار آن گردیم، بلکه آن هدیه را خاموشانه می پذیریم. هدیه خداوند را پذیرفته ما به وعده هایش ایمان می آوریم.
هرگز ایمان خود را وادار نمی کند که یگان عمل را اجرا نماید. او الکی همه چیز را مهیا کرده است. ایمان هدیه بی منت خداوند است. در زیر سایه ایمان ما می توانیم با خدا علاقمند باشیم و هر چیز را که او بهره ما از اول مهیا ساخته است را داشته باشیم. چنانی که در زمانهای قدیم اقوام اسرائیل را به خدا ایمان آورده، امرهای او را اطاعت نموده، از حس گناه آزاد می شدند، ما نیز می توانیم این تجربه ها را داشته باشیم. اگر من نزد عیسی آمده به گناه خود اعتراف کنم، بار گرانی از جرم من کاسته می شود. او از من گرفته شده به دوش مسیح گذاشته می شود. عیسی مسیح برای خداوند، برای شما و برای من قربانی شده است. آن چیزی که آن روز در صلیب رخ داده بود، از خون ریخته قربانی ها بیشتر بود. عبریان باب 9 آیه 14. خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می کند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح القدس به خدا تقدیم کرد. خونی او وجدان ما را از اعمال بیفایده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت کنیم. وجدان ما پاک می گردد. گناه های ما به طور ابدی نابود می گردد. روانشناسان چنین عقیده دارند که حس گناه انسان را برای خوشبخت بودن و فعالیت پور ثمر مانع ایجاد می کند. حس گناه از ما خوشی های زندگی را می گیرد. حس گناه ما را از باطن ویران می کند. لیکن ما و شما می توانیم به نزد مسیح بیاییم و در حضورش زانو زده عرض نماییم. خداوندا، من غرق در گناهم. من می دانم که ناانصافانه رفتار کردم. التماس دارم گناه های مرا ببخش و حس گناه را از من دور کن. ما می دانیم که خون مسیح برای آن ریخته است که ما از گناه آزاد شویم. وجدان ما پاک می شود. اگر ما به این اخلاص داشته باشیم و ایمان بیاوریم، بار گران گناه از ما برداشته می شود. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.